رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی صبح امروز سه نامه‌های فوری به دبیرکل و مقامات زیربط ملل متحد و همچنین به خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا، جنرال ماتیس فرمانده سنتکام، جیمز جفری سفیر آمریکا در عراق، جنرال لوید آستین فرمانده نیروهای آمریکا در عراق، اشغال قسمت‌هایی از شمال اشرف با ستون‌های زرهی به دستور نوری مالکی را خواسته برنامه‌ریزی شده رژیم ولایت فقیه برای سرکوب اپوزیسیون خود در خاک عراق دانست و خواستار دخالت فوری آنها برای خارج شدن سریع نیروهای ارتش عراق از اشرف شد. خانم رجوی در نامه خود خطاب به خانم کلینتون و دیگر مقامات آمریکا تأکید کرد ورود نیروهای مسلح به اشرف که یک منطقه خلع سلاح شده است برخلاف قوانین بین المللی است و مطمئنن شما شیوه های قذافی و از جمله اشغال نظامی کمپ پناهندگان را که 1000 زن مسلمان در آن مستقر هستند نمیپذیرید. از این رو مداخله فوری شما برای خارج شدن نیروهای اشغالگر نظامی از کمپ اشرف ضروری است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در همین رابطه نامه‌هایی برای سناتور جان مکین، سناتور لوین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، خانم ایلیانا روزبهتینن، رئیس کمیته خارجی کنگره آمریکا، پت ملکرت، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد و رئیس یونامی در عراق و خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد فرستاد و خواستار مداخله سریع آنها برای خاتمه دادن به اشغال بخش‌های شمالی اشرف توسط قوای زرهی نوری مالکی که نقض آشکار معاهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو است گردید.